سرخط خبرها، ترس مقامات اسرائیلی از پاسخ مقاومت با موشک‌های بالستیک خطرناک ایرانی، اتمام حجت گروه‌های متحد ایران با تل‌آویو در خصوص ادامه تعرض به مسجد الاقصی و خشم و نارضایتی رئیس سازمان سیا از توافق عربستان با ایران. به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. مقامات صهیونیست به دلیل ترس از اقدامات پیشبینی نشده مقاومت علیه اشغالگران و در نظر گرفتن احتمال شلیک موشک‌های بالستیک ایرانی مقاومت با حجم بالا به تل‌آویو درباره چگونگی پاسخ به حملات امروز مقاومت دچار اختلاف نظر اساسی شدند. به گزارش تسنیم از یک سو تاکید دارند که پاسخ ندادن به مقاومت معنای بسیار مهمی در وضعیت فعلی صهیونیست‌ها دارد و از سوی دیگر با توجه به جلسه استراتژیک شب گذشته گروه‌های مقاومت با حضور سید حسن نصرالله، صهیونیست‌ها می‌دانند که مقاومت پاسخ‌های به خصوصی برای آنها آماده کرده که با تمام جنگ‌های سابق این رژیم متفاوت خواهد بود. یکی از گزینه‌های مقاومت در صورت حماقت صهیونیست‌ها می‌توانند شلیک تعداد قابل توجهی از موشک‌های بالستیک نقطه زن به مراکز حساس اسرائیلی باشد. صهیونیست‌ها فعلا در اکثر موارد در حال شلیک به سمت ساختمان‌های خالی در غزه هستند. ابو مجاهد سخنگوی کمیته مقاومت فلسطین بامداد جمعه تصریح کرد بر اساس حوادث جنگ مقاومت به موشک‌های با برد بالاتر متوسل خواهد شد. ابو مجاهد به شبکه المیادین گفت که برد موشک‌های مقاومت که در حال حاضر استفاده شده است از 7 کیلومتر تجاوز نمی‌کند. وی افزود ادامه حملات صهیونیست‌ها به نوار غزه پیام صهیونیست‌ها به ماست و آنها باید منتظر پیام مقاومت نیز باشند. در عین حال منابعی به المیادین گفتند که مقاومت در غزه توانسته توان خود را در پدافند هوایی تقویت کند. به گفته این منابع که به نامشان اشاره نشده است، تمام موشک‌های شلیک شده از نوار غزه تا این لحظه همگی از نوع 107 و با برد 8 کیلومتر و برخی نیز گلوله خمپاره بوده که شلیک شده است. صفحه توییتری منتسب به سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، نیز در توییتی به صهیونیست‌ها در خصوص استفاده مقاومت از موشک‌های دوربرد هشدار داد و افزود مقاومت تعداد زیادی موشک دوربرد در اختیار دارد، اما در حال حاضر از آنها استفاده نمی کند. برخی منابع خبری اعلام کردند یکی از گزینه‌های مقاومت در صورت حماقت صهیونیست‌ها می‌تواند شلیک تعداد قابل توجهی از موشک‌های بالستیک نقطه زن به مراکز حساس صهیونیستی باشد. به دنبال بمباران نوار غزه، گروه‌های فلسطینی نیز دست‌بسته نبوده و ضمن مقابله پدافندی با جنگنده‌های اسرائیلی در چند نوبت شهرک‌های اطراف نوار غزه را هدف راکت قرار دادند که در جریان آن تاکنون یک صهیونیست نیز زخمی شده است. در پی حمله راکتی مقاومت، آجیل خطر در شهرک‌های صهیونیستی مجاور باریکه غزه به صدا درآمد و شهرک نشینان در پناهگاه‌ها پناه گرفتند. ابو حمزه، سخنگوی نظامی سرای القدس، گروهان‌های قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، بامداد جمعه به صهیونیست‌ها هشدار داد مسجد الاقصی خط قرمز است. به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، این مقام نظامی سرای القدس تأکید کرد که مقاومت امروز اهلی را که با قدس و ساکنان آن بسته بود در عرصه عمل ثابت کرده و به پاسخ به جنایات دشمن ادامه خواهد داد و تأکید می‌کند که شمشیر قدس در تمامی میادین همچنان برکشیده شده است. همچنین جنبش مقاومت فلسطین حماس روز چهارشنبه در بیانیه‌ای در خصوص طرح شهرک نشینان برای ذبح قربانی در داخل مسجد الاقصی به بهانه عید یهودی و هر گونه حماقت و تعرض صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی به شدت هشدار داد. پیش از این گروه مقاومت آریان الاسفت در کرانه باختری نیز در بیانیه‌ای رژیم صهیونیستی را تهدید کرد و خطاب به اشغالگران گفت اینها، یعنی شهرک نشینان صهیونیست، هر گونه حماقتی که در مسجد الاقصی انجام دهند بهای سنگینی برای شما به همراه خواهد داشت که اصلا فکر آن را هم نمی کنید. ده ها تن از اشغالگران شهرک نشین در سرزمین های فلسطینی روز پنجشنبه زیر چتر حمایت نیروهای امنیتی اسرائیل وارد بخش های مختلف مسجد الاقصی شدند. این تهاجم در اولین روز تعطیلات عید یهودیان موسوم به عید فصح انجام می شود که در آن شهرک نشینان با حفاظت شدید توسط
توسط نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر برنامه‌ها و آیین‌های تحریک‌آمیز و عبادات تلمودی را در داخل مسجد الاقصا به انجام می‌رسانند. پیش از ورود افراطیون یهودی به مسجد الاقصا، نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر به آن هجوم بردند و برای آماده سازی فضای ورود شهرک نشینان، کلیه نمازگزاران مسلمان را از نقاط مختلف این مسجد بیرون راندند و از ورود نمازگزاران برای ادای نماز صبح در این مسجد نیز جلوگیری کردند که منجر به برپایی نماز در فضای بیرون مسجد و خیابان‌های اطراف شد. چهارشنبه شب نیز مسجد الاقصا شاهد هجوم صهیونیست‌ها و تخلیه کردن صحن‌های این مسجد از نمازگزاران مسلمان و حمله و تعرض وحشیانه به اعتکاف کنندگان رمضانی و بیرون کردن آنها از مسجد بود. نیروهای مقاومت فلسطین صبح روز پنجشنبه و چهارشنبه شب در پاسخ به حملات تجاوزکارانه روزهای اخیر رژیم صهیونیستی و نیز حمله به مسجد الاقصا، شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه را با موشک هدف قرار دادند. یک روزنامه آمریکایی اعلام کرد که توافق میان ایران و عربستان سعودی و نزدیک شدن ریاض به سوریه منجر به سفر غیرمنتظره ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا شده و او نارضایتی واشنگتن را در این زمینه اعلام کرده است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آگاه گزارش داد که ویلیام برنز، رئیس سازمان سیا که در سفری اعلام نشده در هفته جاری به عربستان سفر کرده بود، در دیدار خود با مقامات سعودی ابراز نارضایتی کرده است. این روزنامه آمریکایی نوشت رئیس سیا به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفته است که آمریکا از آشتی جویی و احیای روابط حسنه ریاض با ایران و سوریه که همچنان تحت تحریم‌های شدید غرب هستند غافلگیر و شوکه شده است. پیش از این منابع خبری به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کردند که در پی توافق ایران و عربستان و غافلگیر شدن واشنگتن، بیل برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، این هفته برای دیدار با مقامات عربستانی و تقویت تعهد واشنگتن به همکاری اطلاعاتی در عربستان سعودی حضور داشت. این مقام آمریکایی گفته است برنز به عربستان سعودی سفر کرد و در آنجا با همتایان اطلاعاتی و رهبران کشور درباره منافع مشترک گفتگو کرد. این مقام که نامی از او فاش نشده افزود که برنز تعهد آمریکا به همکاری اطلاعاتی با عربستان به ویژه در زمینه‌های مانند مبارزه با تروریسم را تقویت کرد. سخنگوی سیا در پاسخ به پرسش‌ها درباره تایید این سفر گفته است که این سازمان در مورد سفر برنز اظهار نظر نمی‌کنند. سفر مخفیانه و بدون اعلام رسانه‌ای رئیس سیا در پی توافق غافلگیرکننده میان ریاض و تهران با میانجیگری چین به منظور احیای روابط دیپلماتیک، بازگشایی سفارت‌ها و تبادل سفیران در ماه آینده انجام شد. وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی روز پنجشنبه 6 آوریل 17 فروردین ماه در پکن با حضور و حمایت دولت چین و توافقات اعلام شده فیما بین برای از سرگیری روابط دو کشور دیدار و گفتگو کردند که با استاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان داشتند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، این دیدار و گفتگوی دو جانبه با همتای عربستانی خود در پکن را در فضای بسیار مثبت و سازنده توصیف کرد و با ابراز خرسندی از بازگشت روابط دو کشور همسایه، دوست و برادر به حالت طبیعی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با عربستان در تمامی زمینه‌های مورد علاقه آمادگی دارد. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.